آخوند دروغگو و تهمت زن. آخوند دروغگو و تهمت زن. مسند احمد حنبل، چند بار توی این دهه گفتم، دوباره هم میگم، احمد حنبل نویه زد صدیه است، رئیس خوارج است که در جنگ نهروان به دست مولانا و امیر المؤمنین سلام الله علیه به جهنم رفت. این نره اونجوره بره. تو بین این کتاب نویس اهل سنت دشمن تر از این نسبت به مولا نداری. به راستی که روافض دروغگوترین مردمان در تاریخ بشریت هستند. امام علی رضی الله عنه در این باره می فرماید: اگر در میان شیعیان خود تحقیق و بررسی کنم، می بینم که همگی سازنده دروغ و موضوعاتند و اگر آنها را امتحان کنم، همگی مرتد از آب در می آیند و اگر بهترین ها را جدا کنم، از هزار نفر یک نفر نمی ماند. نگاه الکافی جلد 8 صفحه 228. و این آخوند نیز با پیروی از آبا و اجدادش و با کمال بیشرمی تلاش می کند تا با تهمت زدن به امام احمد رحمه الله و کتاب ارزشمندش وی را دشمن حضرت علی رضی الله عنه معرفی کند. این تلاش آخوند در حالی صورت می گیرد که امام احمد رحمه الله در جلد اول کتاب مسند خود از حدیث شماره 591 تا حدیث شماره 650 59 حدیث را که امام علی رضی الله عنه روایت کرده به نام مسند امام علی رضی الله عنه درج نموده است و در نسب امام احمد رحمه الله نیز شخصی به نام زسدیه که رئیس خوارج بود یافت نمی شود و این مورد نیز تهمت و دروغی بیش نیست. نسب ایشان را علما چنین بیان نمودند: ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن اسد ابن ادریس ابن عبدالله ابن حیان ابن عبدالله ابن انس ابن اوف ابن قاسط ابن مازن ابن شیبان ابن زهل ابن ثعلبه ابن عکابه ابن صعب ابن علی ابن بکر ابن وائل ابن قاسد ابن حنب ابن افسا ابن دعما ابن جدیله ابن اسد ابن ربیعه ابن نزار ابن معد ابن عدنان. نگاه العلل و معرفت الرجال از احمد ابن حنبل به روایت پسرش عبدالله جلد 1 صفحه 45 مناقب الامام احمد از ابن جوزی جلد 1 صفحه 16 الثقات از ابن حبان جلد 8 صفحه 18 طبقات الحنابله از ابن ابی علا جلد 1 صفحه 4. و چنان که مشاهده نمودیم، نسب امام احمد به جد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزار ابن معد ابن عدنان میرسد و در نسب ایشان شخصی به نام زسدیه که هرقوس ابن زهیر نام داشت و سرکرده خوارج بود وجود ندارد. گفتن الکذب شر من الشراب، از همین امام باقر سلام الله علیه روایت داره، دروغ از عرق خوری بالاتره، بدتره گناهش.